برام خدای مهربان، با سلام و وقتتان بخیر. به برنامه پس از خبر خوش آمدین. همت‌الله میثاق محمدی هستم. در این برنامه قرار است دو تیم انتخاباتی به رهبری آقایان دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی روی حل چالش انتخاباتی با هم رو در رو بحث و گفتگو کنند. از سوی دیگر هیئت ناظران اتحادیه اروپا از ادعاهای مطرح شده در رابطه با تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تایس برمان رئیس این هیئت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بر اساس ادعای مطرح شده از سوی تیم‌های انتخاباتی و اطلاعاتی که از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به این هیئت رسیده، مشکلات در 6000 محل رأی‌گیری وجود داشته است. او گفت این رقم در بین نزدیک به 23000 محل رأی‌گیری رقم قابل توجه است و باید این مشکلات به صورت جدی بررسی شود. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات را به خاطر شفافیت بیشتر در روند به تأخیر انداختند. و گفته رئیس این کمیسیون قرار است ابتدا آرای 1930 محل رأی‌گیری در 30 ولایت افغانستان بررسی شود و امیدوارند تا دوشنبه 16 سرطان با پایان بررسی این محلات نتایج ابتدایی اعلام شود. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات یک گام به عقب یا گام به سوی حل بنبست و اینکه گفتگو میان دو ستاد انتخاباتی چقدر میتواند در شکست بنبست انتخاباتی تاثیر باند. در این برنامه آقایان جانداد اسفینغر رئیس دیدمان انتخابات افغانستان در استودیو با ماست و جناب آقای ادریس رحمانی آگاه امور سیاسی از پنسیلوانیای آمریکا روی تماس ویدیویی با ماست که از حضور هر دو میهمان ما تشکر میکنم. آقای اسفینغر با شما آغاز میکنیم. این تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی از دید شما تامین شفافیت است یا مصلحت گرایی؟ تشکر. من سلام خدا خدمت شما رحمانی صاحب و سایر بینندگان تقدیم میکنم. یک مسئله را باید واضح بگوییم که با تأسف پروسه انتخابات این بار به یک بنبست رسید و این بنبست بیشتر بنبست سیاسی است. طبعا نمیشه که ما در پروسه از روند عادی که همون روند تکنیکی و قانونی است پیش بریم و طبعا این فعلاً پروسه و فعل اجرات بعدی متاثر از روند سیاسی همچنان خواهد بود و طبعا تلاش هایی که حال آغاز شده برای از اینکه بنبست شکستانده شود، چی از طرف سازمان ملل متحد، چی از طرف ریاست جمهوری، دو معاونش و دو کاندید دید و بازدیدی هم آغاز کردن، طبعا این تلاش ها پیشرفت هایی که در این راستا صورت میگیره و این میتونه تاثیر داشته باشه بالای روند عادی که روند تکنیکی و قانونی است. و همین مسئله من فکر میکنم اصل دلیلی است که کمیسیون تقسیم اوقاتش نتانسته به وقت و زمانش تطبیق بکنه و اعلام نتایج ابتدایی به تاخیر افتیده. ولی چون وضعیت نرمال نیست، منطق وجود داره که اگر تایملاین که یک طرز العمل بیش نیست به عقب میفته، اما در این حال زمینه سازی میشه برای اینکه توافق سیاسی صورت بگیره و مراحل بعدی بهتر پیش بره. من فکر میکنم یک گپ بسیار بسیار چیز نیست، جدی نیست. حالا با توجه به وضعیت فعلی با شماره 1930 محل از دید شما چقدر میتونه کارساز باشه و این تنش و بنبست انتخاباتی رو بشکنه؟ خب طبعا کمیسیون هم در این حال که تلاش های سیاسی در بیرون از کمیسیون برای شکستاندن ازی بنبست جریان داره، کمیسیون هم احساس مسئولیت میکنه تا یک سلسله اقداماتی را روی دست بگیره و از این طریق اعتبار بیشتر ببخشه و پروسه و در شکستاندن بنبست اینا هم همکاری خود داشته باشند. تصمیمی را کمیسیون گرفته در رابطه با 1900 محل را که بازشماری بکنند طبعا بر همی اساس بوده که اینا تلاش دارن بیشتر جلب اعتماد هر دو کاندیدا بکنند و از این طریق اگر شده هر دو کاندیدا حالا فکر نمی‌کنین خیلی دیر شده این تصمیم را و این کار را چرا کمیسیون پیش از این نکرد؟ خب ببینین بازم بگویم زیاد به نظر من دیر نشده. ما صرف روز انتخابات گذشتاندیم و یک مرحله که کمیسیون انتخابات در مرحله شناسایی است، آرای مشکوک، صندوق‌های مشکوک است، پروسه قرنطین، بازشماری تا پیش از اعلام نتایج ابتدایی طبعا کمیسیون صلاحیت داره و به همین دلیل هم در قوانین بعضی از مواد جای به جای شده. مثلا ماده 59 بسیار آشکارا میگه که در صورتی که بالای شمارش آرا اعتراضاتی وجود داشته باشه و این اعتراضات پیش از اعلام نتایج نهایی تا گفته ای به کمیسیون ها میرسه یا کمیسیون ها از اینا با خبر میشه، هر دو کمیسیون میتونه که در محلات مختلف برنامه بازشماری یا تفتیش آرا را برا پرده. بنابراین طوری که میبینیم کمیسیون در این حال
اگر صرف تایملاین اعلام نتایج ابتدایی اگر به تاخیر افتیده، اما سایر اجراتش در این زمینه تا حال قانونی است و مطابق به قانون پیش می‌رود. آقای رحمانی، میخوایم سوال از شما این گونه مطرح بکنم که با توجه به این که تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی از سوی هر دو ستاد استقبال شد و امروز اتحادیه اروپا هم از این کار کمیسیون استقبال کرد، حالا فرصت که به میان آمده برای گفتگو میان هر دو ستاد انتخاباتی از دید شما چقدر میتونه که کارساز باشه در این زمان؟ بار سلام به شما، میهمان شما و بیننده‌های تلویزیون آریانا نیوز. ببینین، معمولا در تمام عرصه‌های زندگی بشری شما برای هر مشکل رایش بسیار خوب وقت درک میکنین که یک فهم درست از شیوه به وجود آمدن مشکل یا از طبیعت خود مشکل پیدا کنین. برای ازی که ما از این بنبست چطور میبریم و از این به اصطلاح یک وقفه که به وجود آوردن از این چطور استفاده میکنیم، همه اینا را بسیار خوب وقت به اصطلاح بهش پرداخته میشه که شما اصلا برین یک ریشه‌یابی بسیار دقیق بکنین که مشکل از کجا آغاز میشه. مگه یک دقیقه اجازه بدین من تعریف خود از مشکل میگم، بعد از او میپردازیم به چی کرده میتونیم در این یک زمان کوتاه. تصور من این است که اگر شما مصاحبه های اخیر رئیس جمهور کرزای امرای بعضی از ژورنالیست ها خصوصا ژورنالیست های غربی بخوانیم، یک واقعیت تلخ اونا به زبان خود اقرار میکنن که رئیس جمهور شما در 13 سال گذشته یک آدمی بوده که به نهاد و نهادسازی و به دولت و به ساختار دولت اعتماد و ایمان نداشته. اینا خودشان میگن که ما بسیار زیاد اعتماد داشتم به شبکه های نامرئی و مخفی که فراتر از دولت کار میکنن، در چارچوب‌های دولت نیستن، بس به شکل دست های مخفی در اصطلاح غربی حکومت های زیرزمینی. بیشتر به یک چیز میگم، ما اعتماد داشتیم و امیر بیشتر رشد دادن. تمام پروسه انتخابات 2014 از نظر تخنیکی ورشکست میشه به خاطر برای اولین بار رئیس جمهور شبکه های زیرزمینیش در هم مشکنه. خب ایره که از کجا ای بسلا حرکت بسیار هوشمند آغاز شد هنوز نمیدانیم، ولی کسی امی امکانی رو داشت که رئیس جمهور بیتول کارش در هم بشکنه. حالا سوال اساسی چیست؟ شما یک نهاد دارین به نام کمیسیون که از نظر قانونی مواجه هستین با اونا مواجه هستن با مردم، اما در امی انتخابات رئیس جمهور یک شبکه ایجاد کرده که در عقب از این کار میکنن. این حال سوال اصلی که در پیش روی هر دو کاندید اصلی است که آیا این شبکه را از بین میبرن در هم مشکنانن یا نمیکنن. اگر بکنن، هر دو کاندید تبدیل میشن به قهرمانای سیاسی به خاطر که رئیس جمهورای آینده کوشش نمیکنه این به اصطلاح این بازی موشپشک امرای مردم خود بکنن. اما اگر قرار باشه که اینا روی زمانه امرای کمیسیون هر کاری بکنن، هنوز مگر شبکه در رقیب زنده باشه شما به دو مشکل گرفتار میشین. یکی ای که کارتان عملی نمیشه، دومی که کمیسیون مجبور میشه، مثلا شما ببینین آقای نورستانی بسیار جگر آدم خون میشه که مجبور میشه بیاید به بسیار ناچاری صحبت کنه در پیش روی مردم و هیچ سوال جواب دادن نداره، صرف به خاطر از اینکه در اختیار یک شبکه است که رئیس جمهور در عقیب ایجاد کرده و مجبور است به خاطر از این کار کنه. این حال اگر برمیگردیم باز به اینکه در چند هفته ما چیکار میتونیم، بزرگترین کار اگر این شبکه را در هم بشکنانیم، اردو رئیس جمهور، اردو کاندید ریاست جمهوری، ما فکر میکنم به جز یک کلمه دیگه مشکل ندارن اونی که تصمیم بگیرن که خود که ما وقار سیاسی خود دوست داریم یا 5 سال ریاست جمهوری را. حالا در این میان آقای رحمانی، پرسش این است که آیا راه حل حقوقی است و یا نه سیاسی؟ ببینیم قبل از اینکه برین بر راه حل، باید این دو کاندید چون طرف اینا هستن، مشکل کمیسیون گفتیم نه، مشکل کمیسیون این است که باید این دو کاندید فعلا بهترین کسایی هستن که در خط اول میتونن سرنوشت نظام سازی و دموکراسی رو در آینده افغانستان اصلاح کنن. اول خب بسیار انتظار دارم، من شخصا از اردویشان منعیس دو دان افغانه که در میخوان نامشان در تاریخ بانه، این سیستم برای اولین بار بشکنن، برای آخرین بارم بشکنن. بعد از او وقتی که میان بر راه حل، اولین سوالی که باید از خود بکنن که آیا وقار سیاسی ما برای ما مهم است؟ اگر هست بسیار ساده، سردویشان میشینن میگن که اگر برای مردم نمیبریم
حکومت قبول نداریم، حکومت تبریک شما باشه. با مجردی که می تصمیم گرفته شد، با مجردی که دو کاندید از تای دل بپذیرند که ما تنها خب به زبان میگن، مگر اگر از تای دل دویشان پذیرفتن، راه بسیار ساده میشه. به خاطر از اینکه از اون قبابت شما دیگر راه سیاسی باشه یا راه تکنیکی اردویش به سادگی پیدا میشه. تشکر، تشکر. وقفه کوتاه داریم، در ادامه همچنان ما را همراهی کنید. سلام دوباره، شما بیننده برنامه پس از خبر از آریانا نیوز هستین. با تاخیر در اعلام نتیجه ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات، یک گام به عقب یا گام به سوی حل بنبست، و اینکه گفتگو میان دو ستاد انتخاباتی چقدر میتواند در شکست بنبست انتخاباتی فعلی تاثیر به جا ماند. در برنامه امشب جناب آقای جانداد اسپینغر، رئیس دیدبان انتخابات افغانستان، و آقای ادریس رحمانی، آگاه امور سیاسی، روی تماس ویدیویی از پنسیلوانیا آمریکا با ماست. آقای اسپینغر، با شما ادامه میتیم. فکر میکنین بازشماری 1930 محل و یا چیز بیشتر از این کار اتحادیه اروپا میگه، ناظران اتحادیه اروپا میگه، چقدر میتونه روی نتیجه انتخابات تاثیر بگذاره؟ طبعا این نتیجه جدی خواهد داشت، بالای نتایج انتخابات تأثیرات بسیار جدی خواهد داشت بالای نتیجه، اما بسیار خوب است. رای معمول است که حال توافقات سیاسی چون شروع شده و در جریان است، بسیار خوب است که اول دو کاندید توافق بکنن که مشکل در کجا بود، اول نویت مشکل چی بوده در پروسه، باید یک توافق مشترک وجود داشته باشه. از نظر جغرافیا مشکل در کجا دیده شده، بالای از نظر جغرافی یک توافق واحد در بینشان وجود داشته باشه. و سومی است که میکانیزمی را که برای حل از این میکانیزم تکنیکی را که باید استفاده شود، چی از طریق شمارش دوباره باشه، سمپل گیری به طور نمونوی و یا هم رای گیری به طور نمونوی در بعضی از محلات، بینان میکانیزم، جغرافیا و نویت مشکل باید توافق صورت بگیره در این توافقات، و بعدا بر اساس از و همچنان گستردگی که وجود داشته توافق صورت بگیره، و اگر بعد از توافق و یا بر اساس و مبنای از این توافق اصلاحاتی صورت میگیره، چه بازشماری است یا تفتیش آراست، این به مراتب تاثیراتش برای پذیرش نتایج بهتر خواهد. حالا چقدر قناعت هر دو ستاد انتخاباتی برای میکانیزم بازشماری این 1930 محل مهم است؟ ما فکر میکنم این کار کمیسیون کرده و این طالب جز توافقات نبوده. کمیسیون به خاطر از اینکه در عین حال یک اقدامی کرده باشه برای از اینکه اعتماد بیشتری از دو طرف جلب بکنه و یا هم نشان بدن که اینا دارن میرن، تلاش میکنن مشکلاتی که موجود است به او بپردازن، این یک ابتکار خود کمیسیون بوده. یعنی جز توافقات ما تا اندازه‌ای که خبر استم نبوده، ولی امکان داره در توافقاتی که بین دو کاندید صورت میگیره و بعد از اون توافقات اجراتی که در رابطه با تصفیه آرا، چی از طریق شمارش دوباره و تفتیش آرا صورت میگیره، او بیشتر مهم خواهد بود. حالا پیشتر گفته شد که ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی طرح تکنیکی را پیشنهاد میکنه به ستاد انتخاباتی تحول و تداوم، و روی آن در آغاز هر دو تیم تکنیکی بحث میکنن، سپس رهبران هر دو تیم به صحبت میپردازن. خب برای اینکه توافقات سیاسی به شکل درست و مطابق با منافع ملی و هم طوری صورت بگیره که در نظام انتخاباتی را در کل صدمه نزنه، خوب از طرح‌های مختلفی دیده شود، در قدم اول پیش از رفتن به توافقات دیده شود و یک روی یک طرح واحد توافق صورت بگیرد. حالا وقت طرح تکنیکی پیشنهاد میشه از سوی ستادهای انتخاباتی و با توافق ستادهای انتخاباتی، فکر نمی‌کنید در اینجای کار نقش کمیسیون دیگر منتفی میشه و سوال برانگیز میشه؟ ببینید، من پیشتر گفتم ما در یک وضعیت نرمال نیستیم. بنبست از بود سیاسی ایجاد شده در پروسه، ما از نظر تکنیکی به بنبست نرسیدیم. وقتی بنبست در بود سیاسی